خدایا دردمندم، روحم از شدت درد می سوزد، قلبم می جوشد، احساسم شعله می کشد و بند بند وجودم از شدت درد سیحه می زند. خدایا تو مرا عشق کردی که همچون باران بر نمکزار انسان ببارم، تو مرا فریاد کردی که همچون رعد در میان طوفان حوادث ببرم، تو مرا درد و غم کردی تا همنشین محرومین و دل شکستگان باشم، تو مرا عشق کردی تا در قلب‌های عشاق بسوزم، تو مرا برق کردی تا در آسمان ظلمت زده بتازم و سیاهی این شب ظلمانی را بدرم. خدایا تار و پود وجود مرا با غم و درد سرشتی، تو مرا به آتش عشق سوختی، در کوره غم گداختی، در طوفان حوادث ساختی و پرداختی، تو مرا در دریای مصیبت و بلا غرق کردی و در کویر فقر و حرمان و تنهایی سوزاندی. خدایا دل غم زده و درد مندم آرزوی آزادی می کند و روح پژمرده‌ام خواهش پرواز دارد تا از این غربتکده سیاه ردای خود را به وادی عدم بکشاند و از بار هستی برهد و در عالم نیستی فقط با خدای خود به وحدت برسد. سال 1311 شمسی بود. درویشی سراپا برهنه از وادی عدم به صحرای وجود قدم گذارد که نامش مصطفی بود. مصطفی یک سال در قم ماند و سپس همراه خانواده زحمتکش خود عازم تهران شد. او در کنار خانواده‌اش در جنوب شهر تهران سکنا گزید. کودکی بود، گوشه‌گیر و نوجوانی بود در اندیشه دائم، گریزان از جمعیت‌ها و شلوغی‌ها. از آسمان لذت می بردم، با ستارگان درخشان نرد عشق می باختم و ماه تابان رازدار شبهای تار من بود. در 7 سالگی به دبستان انتصاریه که در نزدیکی محله اودلاجان بود پای گذارد. دوران دبیرستان را راهی دارالفنون شد، مدرسه‌ای با یادواری مجاهدت‌های امیرکبیر و خیانت‌های شاه، و همین یادگارهای شیرین و تلخ او را به اندیشه وامی داشت. یارای تحمل درد و غم محرومین را نداشت و چنین بود که همدردی مهربان می شد. ماه رمضان بود. روزی 1 تومان پول من می دادند تا نان برای افطار بخرم. بعد از ظهر در مسجد فقیری به من مراجعه کرد و فقر و ناچیزی خود را گفت و من تنها پولم را به او دادم و موقع افطار بدون نان به خانه رفتم و کتک مفصلی خوردم و نگفتم که پول را به فقیر دادم. نمیخواستم حتی در غیاب او منتی بگذارم و خوش داشتم که جز خدایم کسی نداند. شبی تاریک هنگام بازگشت در میان برف زمستان فقیری را دیدم که در سرما می لرزد، ولی نمی توانستم برای او جایی گرم تهیه کنم. تصمیم گرفتم که همه شب را مثل آن فقیر در سرما بلرزم
و از رخت خواب محروم باشم. این چنین کردم و تا به صبح از سرما لرزیدم و به سختی مریض شدم و چه مریضی لذت بخشی بود. تابستانها در مغازه و کارگاه کوچک پدرش که بار سنگین مخارج خانواده 8 نفری را به دوش می کشید کار می کرد، کاری با مناعت و سربلندی. زندگی در دو اتاق کوچک اجاره‌ای با داشتن اندیشه‌ای بزرگ آسان می نمود. او که در تمام طول دوران تحصیل در بین همکلاسانش بهترین بود، از دارالفنون به البرز رفت تا آنجا از معلمینی بهتر بهره گیرد و با شاگردانی قوی تر دست و پنجه نرم کند. در دبیرستان البرز هم نیز شاگرد اول بود و سپس به دانشکده فنی دانشگاه تهران قدم گذارد که این زمان مقارن ایام مبارزات ملی شدن صنعت نفت و حکومت دکتر مصدق بود. او به طور گسترده‌ای در همه این تظاهرات و مبارزات، به خصوص بعد از کودتای ننگین 28 مرداد، حضور فعال داشت. همیشه آنجا بودم که رنج بود، درد بود، کار و مسئولیت و مشکل بود. هر کجا خطر بود حاضر بودم. در میان تظاهرات سخت، در برابر رگبار گلوله ها، در برابر تانک ها، در برابر خطرناکترین مسئولیت ها، همیشه به استقبال خطر می رفتم و خود را در معرض خطر قرار می دادم تا دوستانم را نجات بخشم. از جشن و شادی گریزان بودم. خوش داشتم که شادی ها و جشن ها را برای دیگران بگذارم و سهم خود را از غم و درد برگیرم، حتی هنگامی که بر اثر ضرورت به جشنی می رفتم افسرده و ناراحت بودم، زیرا به درد انسانها فکر می کردم که در غم و درد می سوختند و در جشن شرکت نداشتند. چطور ممکن است خوش باشم آنجا که درد مندانی رنج می برند و در آتش درد می سوزند؟ به طور کلی اهل فکر و مطالعه و استفاده از درس اساتید بود. از منابع و سخنرانی های وعاظ معروفی چون اشراقی، دوری و فلسفی در دوران دبیرستان و دانشگاه بهره می گرفت و از 15 سالگی در درس تفسیر آیت الله طالقانی حاضر می شد. من از سن 15 سالگی شاگرد حضرت آیت الله طالقانی بودم و در جلسات تفسیر قرآن ایشون در مسجد هدایت شرکت میکردم و ایشون یکی از مؤسسین انجمنهای اسلامی دانشجویان بودند که من هم افتخار عضویت اون انجمن رو داشتم و بنابراین مقدار زیادی از مطالبی رو که در فلسفه و دین و اسلام و اجتماعیات یاد گرفتم از این مرد بزرگ آموختم و او برای ما همیشه به صورت یک معلم بزرگ و یک پدر روحانی بود. او از کوچکی تدریس می کرد و قسمتی از معاش خود را از راه تدریس به دست می آورد. شاگردان او نه فقط ریاضیات می آموختند که همه چیز را از فلسفه و ادبیات و تاریخ و علم الاجتماع را از او فرا می گرفتند و او برای آنها نمونه و مظهر و سمبل می شد و روابط آنها به مریدی و مرادی می رسید. در ریاضیات و به خصوص هندسه آنقدر توانا بود که حریفی نداشت. برای حل بعضی مسائل مشکل فنی تا چند سال فکر می کرد. اغلب که در خیابان راه می رفت یا شبها که در رخت خواب دراز می کشید، برای حل مسائل هندسی در اندیشه غوطه می خورد. آنقدر توانا بود که هنگام که معلم راه حل هندسی را بیان می کرد، او به سرعت راه حل بهتری را ارائه می داد. به یاد دارم
که به دانشگاه می رفتم. برف می بارید، هوا سرد بود و روزهای متوالی هیچ پولی نداشتم و راه دراز خانه به مدرسه را پیاده طی می کردم که بیش از یک ساعت و نیم طول می کشید. دست و پایم از سرما کرخ می شد و یخ می زد، ولی از کسی تقاضای پول نمی کردم. بارها پدرم می خواست به زور به من پول بدهد، ولی آنقدر مناعت طبع داشتم که نمی پذیرفتم. چقدر بر من سخت بود که از کسی چیزی بپذیرم، به خصوص در مواقعی که تحت فشار بودم و زندگی بر من سخت می گرفت. در دانشکده فنی نیز با معدلی بالا شاگرد اول شد، در حالی که از سخت گیرترین استادان بهترین نمرات را دریافت داشت و پس از یک سال تدریس در همان دانشکده و کار عمرانی در نقاط محروم کشور با استفاده از بورس شاگرد اولی برای ادامه تحصیل راهی آمریکا شد. تحصیل خود را در آمریکا آغاز نمود و پس از یک سال از دانشگاه تگزاس فوق لیسانس خود را با عالی‌ترین نمرات دریافت نمود و راهی دانشگاه مهم برکلی در کالیفرنیا شد و با بهترین درجه علمی و معروف‌ترین موضوعات تحقیقی دکترای خود را در رشته الکترونیک دریافت کرد. در حین تحصیل به عنوان آسیستان تحقیقاتی و تعلیماتی در دانشگاه کار می‌کرد و مخارج خود را تأمین می‌نمود، زیرا در اثر مبارزات سیاسی بورس تحصیلی او قطع شده بود. او سپس رهسپاری یکی از بزرگترین مراکز پژوهشی علمی جهان شد که در آن روزگاران اولین قمر مصنوعی و رادارهای مهم دنیا و پروژه‌های سنگین علمی و صنعتی در آن ساخته می‌شد و در میان بزرگترین دانشمندان جهان با شوق و ذوق مشغول تحقیق علم و تکنیک بود. از نظر مادی نه تنها کم بودی نداشت، بلکه آنچنان موقعیتی کسب کرده بود که مورد آرزوی همگان بود که یک باره قیام خونین 15 خرداد روی داد و طوفانی در او به وجود آورد که به دنبال مبارزات سیاسی مستمر خود همه چیز و همه مناسب و دلبستگی ها را رها کرد و هجرتی جدید به سوی مصر را در دوران جمال عبدالناصر آغاز نمود تا تعلیمات جنگ های چریکی ببیند و خود را برای مبارزه رویاروی با طاغوت آماده سازد. از سال 1342 و 15 خرداد خونین مبارزات ما به شکل مبارزات مسلحانه در آمد و 2 سال در مصر در اردوگاه های نظامی و کماندوی مصر اولاً دوره های سخت کماندویی را دیدم و شاگرد اول دوره خود و بهترین آنها بین صدها انقلابی نقاط مختلف دنیا شدم و ثانیاً خود مسئول اردوگاه کماندویی برای دوستان ایرانیم بودم. این بنده و عده دیگر از دوستان مبارز و معروف شما در مصر به سر می بردیم. در اردوگاه های کماندوی مصر مشغول تعلیمات کماندویی و جنگ های چریکی برای آمادگی علیه طاغوت بودیم و در همان روزگار مرحوم جمال عبدالناصر رهبر محبوب و عالی قدر مصر سلطه داشت و همه کشورهای عربی را رهبری می نمود.
مرگ ناصر و آغاز زمامداری سادات مجبور به ترک مصر شد و بعد از یک اقامت کوتاه در آمریکا هجرت بزرگ خود را به لبنان آغاز نمود. من در آمریکا زندگی خوشی داشتم، از همه نوع امکانات برخوردار بودم، ولی همه لذات آمریکا را ستلاقه کردم و به جنوب لبنان رفتم تا در میان محرومین و مستضعفین زندگی کنم، با فقر و محرومیت آنها آغشته شوم، قلب خود را برای دردها و غمهای این دلشکستگان باز کنم. دائما در خطر مرگ زیر بمبارانهای اسرائیل به سر آورم، لذت خود را در آب دیده قرار دهم، تنها آسمان را در سکوت و ظلمت شب پناهگاه آه‌های سوزان خود کنم. به طور مختصر، اگر نمی توانم این مظلومین داغ دیده را کمکی کنم، لااقل در میان آنها باشم، مثل آنها زندگی کنم و دردها و غمهای آنها را بل قلب خود بپذیرم. میخواستم که در این دنیا با سرمایه داران و ستمگران محشور نباشم، در جو آنها نفس نکشم، از تمتعات حیات آنها محظوظ نشوم و علم و دانش خود را در قبال پول و لذت و زندگی خوش به آنها نفروشم. در لبنان نیز به خطرناکترین و جنوبی ترین نقطه لبنان، شهر سور رفت و به جمع امام موسی صدر رهبر شیعیان لبنان پیوست و نزدیکترین یار و همکار وی شد. ابتدا مدیریت مدرسه صنعتی جبل عامل، مدرسه یتیمان شیعی را به عهده گرفت و در کنار مرزهای اسرائیل قاصب و در میان مردمی فقیر و محروم حرکت سازنده خود را آغاز نمود. با رهبری امام موسی صدر اول حرکت المحرومین را سازماندهی و گروهی کثیر از شیعیان که تا آن روز خود را در نیافته بودند متشکل و بر مبنای عقاید اسلامی و تشیع متحد ساخت. سپس با عضوگیری از میان آنان جنبش نظامی و مسلح عمل را به وجود آورد و با فقر و تنهایی و دشمنی چپ و راست بدون اتکا به هیچ قدرتی جز خدای بزرگ توانست خط فکری و مکتبی و انقلابی اسلامی را در بین شیعیان محروم لبنان ترسیم نماید. مردمی که امروز حماسه انگیزترین مقاومت ها و نبرد ها و یورش ها را در مقابل اسرائیل متجاوز در تاریخ لبنان به نام خود به ثبت رساندند و داعیه شکست ناپذیری اسرائیل را باطل ساختند. مقاومت ها و نبرد هایی که برای گروه های بسیار مسلح تر و مجهزتر فلسطینی حتی باور کردنی نبود و نیست، ولی این احیای تفکر انقلابی اسلامی در رشد مردمی محروم و مجهز به اسلحه شهادت بر دشمن گران آمد و پیوستن این مسلمین به صف مبارزان آزادی قدس خطری بس بزرگ برای صهیونیسم بین الملل بود و لذا جنگ های داخلی لبنان از سال 1975 برای در هم کوبیدن این جنبش ها با بکارگیری نیروهای مزدور فلنجیست لبنان و چپگرایان آغاز شد. نبردی که همکنون هم ادامه دارد. او گاهی در بیروت مقابل فلنج ها، زمانی در جنوب مقابل اسرائیل و لحظاتی را هم مقابل نیروهای چپ مزدور به مبارزه سپری می ساخت. مبارزه در فقر و تنهایی و ایثار، آنچنان مبارزه‌ای که در کوره درد و غم و تنهایی گداخته شد و اکسیری سراپا مقاومت و تحرک از او ساخت. به علت موقعیت خود و شرایطی که خواسته یا ناخواسته در آن غرق شدم، اکنون با همه طیف‌های مختلف مردم لبنان و رهبران آن از چپ و راست و با همه طیف‌های مختلف فلسطینیان و رهبران آن و با همه مردم بدبخت لبنان از شمالی ترین ده‌ها که حرمل و عکار باشد تا جنوبی ترین قریه‌های حدود اسرائیل ناقوره و ایت الشعب،
از ساکنین تل زعتر و نبعه با همه و همه تماس دائم دارم. از آنهایی نیستم که در قهوه خانه بنشینم و هنگام نوشیدن قهوه از آلام و دردهای آوارگان و جنگیدگان تل زعتر و نبعه صحبت کنم، یا از راه روزنامه ها و رادیوها به دنیا چشم مکشایم، کاری که متاسفانه اکثر روشنفکران به آن گرفتارند و حتی از آنها کسانی که به این حوالی می آیند باز به همان روش کسب اطلاع می کنند. من حقایق را با وجود خود لمس می کنم و در آن زندگی می نمایم. از شمال تا جنوب در همه ده‌ها با مردم زندگی می کنم و میان آنها به سر می برم و با دردها و رنجها و افکار آنها آشنایم. در بیروت، در همه مناطق با جنگندگان در صحنه‌های معرکه زندگی می کنم، با آنها غذا می خورم و زیر انفجار بمب‌ها یا رگبار مسلسل‌ها در محلشان می خوابم. شهدا و مجروحین را به دوش می کشم و هنگامی که گلوله به سمت ما می بارد فقط مسئله شانس و قضا و قدر است. با فلسطینیان نیز شب و روز سر و کار دارم و به علت شرایط و محل خود در میان آنها زندگی می کنم. در اردوگاه‌های تعلیماتی، در جبهه‌های جنگ، در مخیم‌ها همیشه با آنها در تماسم. با رهبران بزرگ مقاومت و کادرهای پایین و جنگندگان عادی مقاومت تماس دائم دارم. دکتر شمران از ابتدای ورودش به لبنان بر رابطه معنوی و ظاهری خود با امام خمینی، رهبر بزرگ تبعیدی خود در نجف اشرف، افزود و این ارتباط در اوج پیروزی انقلاب اسلامی ایران بیشتر فزونی گرفت که حادثه مفقود شدن امام موسی صدر ضربه‌ای مهلک بر او و بر شیعیان محروم لبنان و حرکت‌های انقلابی اسلامی منطقه فرود آورد. آری، دشمن احساس کرده بود که پیوستن امام موسی صدر و آیت الله شهید سید محمد باقر صدر به نهضت اسلامی امام خمینی منطقه را به یک باره به انفجار خواهد کشانید. لذا می‌بایستی این دو مرد انقلابی را به گونه‌ای از صحنه خارج کنند. از این زمان مسئولیت سنگین تری دکتر چمران بر دوش خود احساس می نمود و چقدر سخت بود. انقلاب اسلامی ایران در شرف پیروزی بود و شیعیان لبنان قدرتی دوباره یافتند و آماده که حتی مسلحانه به کمک انقلابیون مسلمان ایرانی علیه شاه بجنگند که مبارزات مکتبی علیه طاغوت‌ها مرز نمی شناسند. ده روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دکتر چمران همراه یک هیئت 92 نفری از انقلابیون مسلمان لبنان بعد از 22 سال دوری از وطن پای به ایران گذاشت که همگی به زیارت امام خمینی شتافتند و چه لحظات پرشور و حاد. دکتر چمران موقتاً به ایران آمده بود ولی جذبه انقلاب اسلامی و محبت امام او را در خود ذوب نمود و دیگر هرگز ایران را ترک نگفت تا لحظه شهادتش. در ابتدای ورودش به سرزمین پر رمز و راز خود به مادر بزرگوارش این چنین نوشت که هرگز هم برای او نتوانست بخواند: ای مادر، هنگامی که فرودگاه تهران را ترک می گفتم تو حاضر شدی و هنگام خداحافظی گفتی ای مصطفی، من تو را بزرگ کردم، با جان و شیره جان خود تو را پرورش دادم و اکنون که می روی از تو هیچ نمی خواهم و هیچ انتظاری از تو ندارم. فقط یک وصیت می کنم و آن این که خدای بزرگ را فراموش نکنی. ای مادر،
بعد از 22 سال به میهن عزیز خود باز میگردم و به تو اطمینان میدهم که در این مدت دراز حتی یک لحظه خدا را فراموش نکردم. عشق او آنقدر با تار و پود وجودم آمیخته بود که یک لحظه حیات من بدون حضور او میسر نبود. خوشحالم ای مادر، نه فقط به خاطر این که بعد از این هجرت دراز به آغوش وطن برمیگردم، بلکه به این جهت که بزرگترین طاغوت زمان شکسته شد و ریشه ظلم و فساد بر افتاد و نسیم آزادی و استقلال میوزد. او بعد از 22 سال هجرت و تبعید به وطن باز میگردد و همه تجربیات انقلابی و علمی خود را همراه با روح بلند پرواز عرفانی خود در خدمت انقلاب میگذارد و خاموش و آرام به جهادی دیگر در مسیر سازندگی دست میزند. خدایا، من آمدم با همه وجودم، با قلبم و روحم، آمدم که خود را قربانی راه تو کنم، آمدم تا همه حیات و هستی خود را به شکرانه این پیروزی بزرگ تقدیم تو کنم. در ابتدا همه تلاش خود را صرف تربیت اولین گروه های پاسداران انقلاب می نماید. سپس در شغل معاونت نخست وزیر در امور انقلاب شب و روز خود را برای حل مشکلات نقاط بحرانی صرف می کند. در حادثه ی اشغال پاسگاه سرو لباس رزم برتن می کند و خود پیشاپیش تانک ها بر دشمن می تازد و گردنه قلعه حصار را می گشاید. در جریان شهادت پاسداران محلی در مریوان به مریوان می رود و بعد از یک هفته تلاشی شجاعانه توطئه های خود فروختگان خبیث چپنما را خونسا می سازد تا بالاخره در قضیه فراموش نشدنی پاوه قدرت ایمان و مقاومت و اراده آهنین و شجاعت و فداکاری او بر همگان اثبات می گردد و نام دکتر شمران به عنوان شهادت طلبی ایثارگر و شجاع و جنگاوری وارسته بر دلها ثبت می گردد. مصیبت هایی که در این روزهای بحرانی به ما رسید، اولینش سقوط هواپیمای فانتوم بود که برای کمک آمده بود و به چه دلیل فنی یا دلیل دیگری با کوه اصابت کرد و دو خلبان مبارز و فداکار به شهادت رسیدند. و بزرگترین مصیبت، مصیبت دوم، شهادت 25 نفر در بیمارستان پاوه بود که عده‌ای از اونها مریض بودند، مجروح بودند، ولی این بیمارستان به دست دموکرات‌ها افتاد و اونها رو با فجیع‌ترین وضعی کشتند، حتی مجروحین رو قتل عام کردند. و مصیبت سوم که شاید دردناک‌ترین مصیبت‌ها بود، هنگامی بود که بعضی از خلبانان هوانیروز که واقعا فداکاری های خیلی زیادی کردند در جریان پاوه، حاضر شدند در زیر رگبار گلوله مهمات به ما برسونند. و هنگامی که یک هلیکوپتر مهمات به ما میرسوند و بر زمین نشست و عده ای از کشته ها و مجروحین رو در داخل هلیکوپتر قرار دادیم، این هلیکوپتر هنگام صعود، چون در یک راه باریکی کنار تپه برای فرودش پیش بینی کرده بودیم، پروانه هلیکوپتر با تپه برخورد کرد و شکست و هلیکوپتر مثل فنر بلند میشد و بر زمین می نشست و هر باری که از جای خودش بلند میشد و بر زمین می نشست، پروانه کسی رو یا کسانی رو بر زمین می انداخت و می کشت. و تقریبا همه نیروی ما در اونجا متمرکز بود و عده از بهترین دوستان ما، فداکارترین مبارزین، در همون لحظه به شهادت رسیدن و دو خلبان هلیکوپتر هم به شهادت رسیدن و فاجعه دردناکی بود که هیچ کس نمیتونست این رو تصور بکنه و آنقدر در روحیه پاسداران مؤثر واقع شد که عده سرهای خودشون رو به دیوار میزدن، خودشون رو کتک میزدن، لباس خودشون رو پاره میکردن و اونجا واقعا شاید
مصیبت بارترین لحظاتی بود که بر ما گذشت، در حالی که مورد محاصره بودیم و گلوله از هر طرف بر ما میبارید و بهترین دوستانمون در مقابلمون به شهادت رسیده بودند و در مقابل این شهادت، در مقابل این اجساد تکه تکه شده و به طور فجیع بر خاک افتاده، حالتی بود که کنترل این نیروها بسیار بسیار سخت و مشکل بود. ولی به هر حال با قدرت یا با تکه بر ایمان توانستیم که این بچه ها رو جمع بکنیم، این نیروها رو متمرکز بکنیم، کشته ها رو داخل پتو قرار بدیم که افراد رو منقلب نکنه، به داخل ساختمون ببریم که از نظر دور بداریم و قطعه‌های هلیکوپتر رو جمع بکنیم و اون مهماتی رو که آورده بود به جای امن دیگری ببریم و یک مقدار به خودمون سر و سامان بدیم. و در دامان این مصیبت ها بود که اون هجوم معروف در شب آخر بر ما شروع شد. دستوراتی دادم که در مقابله با دشمن چجور عمل بکنند و به اون دوستان خودم گفتم که امروز یا امشب شب آخرین ماست و ما باید با شهادت خودمون یک صفحه خونینی در تاریخ باز بکنیم و از اونها میخوام که تا آخرین لحظه بجنگند. و ما تا به صبح سر کردیم، در حالی که رگبار گلوله از طرف پاسداران ما و از طرف نیروهای مخالف حتی یک لحظه هم تا صبح قطع نشد و مهمات ما هم رو به اتمام بود و حلقه محاصره آنها تنگتر و تنگتر می شد، تا وقتی که من بر بالای دیوار ایستاده بودم که یک باره پاسداران با فریاد الله اکبر و الله اکبر شروع به شعار دادن کردند. از اونها پرسیدم که چه خبر شده؟ گفتند بله، آقای خمینی اعلامیه ای داده و بیانی داده و بیان از این قرار است. هنگامی که فرمان آقای خمینی مطرح شد، دشمن پا به فرار گذاشت، روحیه خودش رو از دست داد و همون نیروهای شکسته و رنج دیده و مصیبت زده ما اونچنان روحیه پیدا کرد که ما دست به تعرض زدیم. در عرض چند روزی که من در اونجا بودم، هر روز یک محور یا یک سنگری رو به دشمن داده بودیم، عقب نشینی کرده بودیم، که یکی از اونها بیمارستان بود که 25 نفر شهید شدن، دیگری فرودگاه بود و دیگری کوه بلندی بود که بر ژاندارمری سیطره داشت و تمام اینها به دست دشمن افتاده بود. ولی بعد از بیان آیت الله خمینی، نیرو آنچنان زیاد شد که من 5 نفر رو، فقط 5 نفر رو مأمور کردم که اون کوه بلندی رو که بر پاسگاه ژاندارمری مسلط هست تحت تصرف در بیارن و این 5 نفر با دادن یک شهید این کوه بلند رو که بر منطقه از نظر استراتژی بر منطقه سیطره داشت به تصرف در آوردن. و بعد از تصرف این کوه که ژاندارمری رو از محاصره اونها نجات دادیم، تصمیم گرفتم که فرودگاه رو هم به تصرف در بیاریم، چون تیمسار فلاحی به من تلگرافی فرستاده بود که نیروهای زیادی در کرمانشاه آماده پرواز به پاوه هستند و بنابراین فرودگاه رو ما باید به تسخیر در بیاریم. 3 گروه جنگنده رو معین کردم که در هر گروه 1-2 نفر از پاسداران و بقیه از اکراد محلی بودند که اینها از 3 نقطه مختلف به فرودگاه حمله کنند و به اونها گفتم که از این دره اول که گذشتید در بلندی های در تپه های دوم متوقف بشید. دوستان ما آنچنان حمله بردند که نه تنها از دره اول، از دوم و سوم هم گذشتند و به دهی که اون طرف بود رسیدند که در اون درگیری با تاقیان اون ده یکی از دوستان ما دوباره در اونجا شهید شد. به حال فرودگاه هم به تصرف ما در آمد و بیمارستان هم بدون هیچ تلفاتی باز به تصرف دوستان ما در آمد و از ساعت 6 بعد از ظهر
که تقریبا شهر به تصرف ما در آمده بود و بلندی ها هم زیر سیطره ما قرار داشت، نیروهای کمکی به وسیله هلیکوپترها و شنوک و از راه های مختلف وارد شهر شدند. بنابراین می توانم به طور کلی تنها دلیل بقای خودمون و پیروزی خودمون رو در پاوه اعلامیه ذکر بکنم که حضرت آیت الله خمینی در این باره صادر کردند و این پیروزی ها همونطور که گفتم قبل از اینی بود که حتی یک نیروی جدید وارد پاوه بشه، یعنی با همون نیروهای موجود و با همون پاسداران محلی موجود بود که ما توانستیم تمام مواضع از دست رفته خودمون رو کسب کنیم و دشمن رو به عقب بزنیم. دکتر شمران به فرمان مبارک امام خمینی به وزارت دفاع منصوب می‌گردد که در اولین سخنرانی خود هنگام آغاز کار چنین گفت: من سربازی خاکی هستم که به فرمان امام به این سمت گماشته شدم تا وحدت فرماندهی و سربازی را عملا نشان دهم. دکتر شمران در اولین دوره مجلس شورای اسلامی از سوی مردم قدرشناس تهران به نمایندگی برگزیده شد. خدایا مردم آنقدر به من محبت کردند و آنچنان مرا از باران لطف و محبت خود سرشار کردند که راستی خجلم و آنقدر خود را کوچک می‌بینم که نمی‌توانم از عهده بدرآیم. خدایا تو به من فرصت ده، توانایی ده تا بتوانم از عهده برآیم و شایسته این همه مهر و محبت باشم. خدایا سالها در به در بودم، به خاطر مستضعفین دنیا مبارزه می کردم، از همه چیز خود چشم پوشیده بودم و آرزو می کردم که روزی به ایران عزیز برگردم و همه استعدادهای خود را به کار اندازم. پس از شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، دوران حماسه ساز و پرتلاش و تحرک دیگری را آغاز می نماید که بدون شک بی نظیر بود. دکتر شمران با اجازت حضرت امام خمینی همه موقعیت ها و مناسب و دنیای سیاست را پشت سر انداخت و خالصانه و بیریا به جبهه جنگ شتاف و همانند سربازی خاکی اغلب بسی مظلومانه تنها همراه با تنی چند رزمنده جان برکف به فوج عظیم دشمن یا توده انبوه تانک های او در حومه اهواز حمله می کرد و بدین ترتیب ماشین جنگی صدام در چند کیلومتری اهواز متوقف ماند. خیلی بیشمار نیروهای مردمی برای نبرد با دشمن متجاوز به حریم اسلام رو به سوی جبهه ها آورد و گرد وجود او حلقه زدند. دکتر شمران در کنار حجت الاسلام خامنه ای ستاد جنگ های نامنظم را برای جذب این نیروهای مردمی به وجود آورد که نام آن لرزه بر اندام دشمن می افکند و قوت قلب ملت ما بود. در این هنگام دکتر شمران تلاشی وافر داشت تا بتواند نیروهای مردمی را سازمان دهد و در کنار نیروهای نظامی به کار گیرد و حاصل این تلاش برای اولین بار در فتح سوسنگرد که داغی بود بر دل صدام نمایان گشت. با این حرکت نو و طرح جدید نیروهای نظامی، سپاه، بسیج و عشایر کنار هم سازمان یافتند و در شب تاسوعای حسینی به انبوه تانک های دشمن تاختند و سوسنگرد را پس از چند روز محاصره آزاد ساختند که این آزادی به بهای شهادت بسی رزمندگان جان برکف و مجروح شدن دکتر شمران انجامید. من باز یافتم، من رفته بودم، من متعلق به خدایم، من دیگر وجود ندارم، منی و منیتی دیگر نیست، دیگر به کسی عصبانی نخواهم شد، دیگر به نام خود و برای خود قدمی بر نخواهم داشت، دیگر هوا و هوس در دل خود نخواهم پرورد، آرزوها را فراموش خواهم کرد، دنیا را ستلاقه خواهم نمود، همه دردها و شکنجه ها و زخم زبانها را خواهم پذیرفت. نیروهای ما از سه طرف پیش می رفتن
و به حدود 1 کیلومتری سوسنگر رسیده بودیم و خانه ها و درخت های محدوده سوسنگرد به چشم می‌خورد و هیچ شوقی برای من زیباتر از آن نبود که چند لحظه بعد آن رزمندگان مقاوم را در داخل سوسنگرد در آغوش بگیرم و به این همه مقاومت و دلاوری آنها درود بفرستم. در این لحظات بود که یک بار گرد و خاکی از طرف دست راست از زیر رودخانه کرخه یا از شمال شرقی سوسنگرد به چشم خورد. دوربین را آوردیم و دیدیم مقدار زیادی تانک و نفربر و کامیون های مختلفی است که به سرعت به پیش می آید. از حرکت آنها احساس کردم که اینها در حال فرارند، زیرا می دانند که نیروهای ما به پیش می روند و می کوبند و هیچ یک از آنها قادر به مقاومت نخواهد بود. دوستان خود را بسیج کردم و متاسفانه با کمال تأسف تمام RPG که در دست ما بود 3 گلوله RPG بود. این را میگویم که فقر ما را و ضعف امکانات مادی ما را بهتر بدانید. نیرویی که به شهر سوسنگرد حمله میکند فقط 2 RPG و 3 گلوله RPG به همراه دارد. یکی از جوانان را به جلو فرستادم و او کمین کرد و یکی از تانک ها که در جلوی تانک های دیگر پیش می آمد او را هدف گرفت و پس از چند لحظه تانک را به هوا فرستاد. منفجر شد. عده‌ای از داخل تانک خارج شدند و پا به فرار گذاشتند. یک بار دیدم که یک تانک دیگر همراه با چند نفر بر دیگر به سرعت خود را به سوی دست راست یعنی به سوی ابو حمیزه می کشاند و از نظر نظامی این یعنی دور زدن ما و قطع رابطه ما با حمیزه یعنی با نیروهای ارتشی بود. فریاد زدم، اون جوان را خواستم که به سرعت خود را به او برساند و این تانک را منهدم کند. بیچاره جوان آنقدر دویده بود که دیگر نفسش به اتمام رسیده بود، نمیتوانست بدود و از فاصله دور تانک را هدف گرفت و متاسفانه اصابت نکرد. بنابراین تانک بر روی جاده آمد و راه ما را با ابو حمیزه قطع کرد. به عبارت دیگر ما محاصره شده بودیم. نیروهای دشمن به شدت پیش می آمد و سومین گلوله نیز توسط یکی از دیگر از دوستان دیگر در روی جاده به سمت همین تانک پرتاب شد. آن هم اصابت نکرد زیرا فاصله دور بود. اینجا بود که لحظه ای بر من گذشت که من مسئولیت جان این جوانان را به عهده دارم و باید به هر وسیله شده آنها را از صحنه خارج کنم که اسیر نشوند. به آنها دستور دادم که هر چه زودتر عقب نشینی کنند و خود را به سمت ابو حمیزه بکشند و در ضمن که این کار را میکردم خود من به سمت سوسنگرد حرکت کردم، یعنی جهت مخالف، و بدین وسیله میخواستم که نظر دشمن را به سوی خود جلب کنم و این چنگالی را که گشوده است و میخواهد ما را تعقیب کند به سراغ من بیاید، نه به سراغ رزمندگان دیگر من. و من آرزو میکردم که در این نبرد تنها باشم، کسی همراه من نیاید. یکی از جوانان پرشور و با ایمان ما که محافظ شخصی من بود و 2 سال با ما بود است و از روزگاری که در سپاه پاسداران بودم او تربیت شده بود به نام اکبر چهرگانی، او مرا رها نمی کرد و او قدم به قدم به دنبال من می آمد. فریاد من به او اثری نداشت. او خود را محافظ من می دانست و می خواست به دنبال من بیاید و فرصت آن نبود که برای او حقایق جنگی را تشریح کنم و اگر تشریح می کردم مسلماً نمی پذیرفت. ما سرعت به سوی سوسنگرد حرکت کردیم در حالی که خود را کم و بیش به دشمن نشان می دادیم و آدم سومی نیز به ما پیوست به نام عسکری که راننده وزارت دفاع من بود و هنوز هم
در این شغل هست و با من مانده است و تفنگ به دست میگیرد و با ما مبارزه میکند. او هم خود را به ما رساند. بنابراین سه نفر به سمت سوسنگرد حرکت میکردیم و دیدم که جهت چنگال دشمن به سوی سوسنگرد منحرف شده است و دوستان ما به راحتی از چنگال عراقی ها خارج میشوند. رگبار گلوله را به سوی تانک ها گشودم و عجیب آنکه تانک ها فوراً از روی این یک تانک یا دو نفر بر از روی این جاده آسفالته به پشت منحرف شدن و گریختن، اما خمپاره چیزی به سمت ما پرتاب کردند که در وسط من و اکبر منفجر شد و یک بار احساس کردم که قطعه سنگین و سوزانی به پایین پای من اصابت کرد. نگاه کردم، دیدم خون فوران میکند ولی جای فکر کردن نبود. به شدت خود را آماده میکردم که با پیاده نظامی که از دو طرف پیش میآیند و میخواهند ما را محاصره کنند بجنگم. آسمان شاهد باش که در زیر سقف بلند تو یک تنه با انبوهی کبیر از تانک ها و زره پوش ها و سربازان کفر روبرو شدم. لحظه‌ای تردید به دل راه ندادم. ذره ای از فعالیت شدید دست بر نداشتم. مثل ماهی در حال سرخ شدن از نقطه‌ای به نقطه دیگر می‌غلطیدم و رگبار گلوله در اطراف من می‌بارید و من نیز به چهار طرف تیراندازی می‌کردم و سربازان کفر را بر خاک می‌ریختم. ای زمین، تو شاهدی که خون از بدنم جاری بود و با خاک‌های پاک تو گلی گلگون به وجود آورده بود و من ابا نداشتم که تا آخرین قطره خون خود را تسلیم کنم. احساس می کردم که عاشوراست و در حضور حسین می جنگم و او چابکی و زبردستی مرا تحسین می کند و به عشق بی پایان من و به نیاز من به قربانی شدن در بارگاه عشق آگاهی دارد و می داند که چقدر به او عاشقم و چگونه حاضرم که در راهش جان ببازم. دشمن مرا به رگبار بسته بود، من نیز دشمن را سختی به سختی به رگبار بستم و باز با اضطراب شدید پا به فرار گذاشتم. از زیر پل‌ها آنقدر نزدیک شدم که دیدم سربازان عراقی در فاصله 10 متری. یکی از آنها به من گفت: یا اخی، انا جندی عراقی. فکر کرد که من چون کلاشنکوف به دست دارم و کلاشنکوف شلیک میکنم عراقی هستم. به او گفتم: اکنون بگیر. رگبار گلوله را گشودم و عده‌ای بر زمین ریختم. نمیدانم با آنها چه شد و خود خوابیدم. در همین موقع بود که یک کامیون دیگری از روی پل گذشت، از روی جاده گذشت، به سمت ما سرازیر شد و رگبار گلوله را به سوی سرنشینان آن گشودن و حدود شاید 15 نفر 20 نفر داخل آن بودند، بر زمین ریختند و پا به فرار گذاشتند و این ماشین مهمات آنها بود که به غنیمت گرفتیم و همان عسکری راننده ما مرا سوار ماشین کرد و با همین ماشین مرا از صحنه به مریضخانه آورد. در یکی از این حملات سخت زرهی در سحرگاهان 31 خرداد ماه 60، رستمی فرمانده شجاع منطقه دهلاویه به شهادت رسید و همه را در غم و اندوهی عمیق فرو برد. در پی خبر شهادت رستمی، دکتر شمران مقدم پور یکی دیگر از فرماندهان منطقه را برای فرماندهی دهلاویه برگزید و تصمیم گرفت خود او را به منطقه برده معرفی و توجیه نماید و این آغاز ماجرایی بس دلخراش بود که دل زمین و آسمان را به درد آورد
و اشک یتیمان را جاری و فریاد خونین و اشکالود و خشمگین انتقام رزمندگان را در فضای غم‌زده آن روز تنی نفکن ساخت. راه بسیار آشنای اهواز سوسنگر را پیش گرفت و برای آخرین بار از میان خرابی‌های شهر مقاوم سوسنگر گذشت و به سوی دهلاویه روان شد، در حالی که داخل اتومبیل چنین می‌نوشت: ای حیات، با تو وداع می‌کنم، با همه زیبایی‌هایت، با همه مظاهر جلال و جبروت، با همه کوه‌ها و آسمان‌ها و دریاها و صحراها، با همه وجود وداع می‌کنم، با قلبی سوزان و غم‌آلود به سوی خدای خود می‌روم و از همه چیز چشم می‌پوشم. ای پاهای من، می‌دانم شما چابکید، می‌دانم که در همه مسابقه‌ها گوی سبقت از رقیبان رو بوده اید، می دانم فداکارید، می دانم که به فرمان من مشتاقانه به سوی شهادت سائق وار به حرکت در می آیید. اما من آرزوی بزرگتر دارم، من می خواهم که شما به بلندی طبع بلندم به حرکت در آیید، به قدرت اراده آهنینم محکم باشید، به سرعت تصمیمات و طرح‌هایم سریع باشید. این پیکر کوچک ولی سنگین از آرزوها و نقشه‌ها و امیدها و مسئولیت‌ها را به سرعت مطلوب به هر نقطه دلخواه برسانید. در این لحظات آخر عمر آبروی مرا حفظ کنید. من چند لحظه بعد به شما آرامش می دهم، آرامش ابدی. دیگر شما را زحمت نخواهم داد، دیگر شب و روز شما را استثمار نخواهم کرد، دیگر فشار عالم و شکنجه روزگار را بر شما تحمیل نخواهم کرد، دیگر به شما بیخوابی نخواهم داد و شما دیگر از خستگی فریاد نخواهید کرد، از درد و شکنجه زجه نخواهید کرد، از بی‌قضایی، از گرما و سرما شکوه نخواهید کرد. آرام و آسوده برای همیشه در بستر نرم خاک آسوده خواهید بود. اما این لحظات حساس، لحظات وداع با زندگی و عالم، لحظات لقاء پروردگار، لحظات رقص من در برابر مرگ باید زیبا باشد. به قربانگاه یعنی دهلاویه رسید. رزمندگان برگردش حلقه زدن و او سخن گفتن آغاز نمود. با همه ودا کرد و همه را بوسید، حتی آنانی را که خفته بودند. همراه با فرمانده جدید به نزدیکترین نقطه به دشمن رفت و تأکید کرد که دیگر کسی اینجا نیاید، ولی نگفت چرا، چون لحظاتی بعد آتش خمپاره های شست دشمن آغازیدن گرفت و بالاخره گلوله داغ و سوزان کنار او دل زمین را شکافت و صدای انفجار آن با انفجار قلب های آکنده از محبت دکتر چمران، محبت به عشق، محبت به ایثار، محبت به سکوت و صبر و تحمل، محبت به رشادت و چالاکی، محبت به سوز و گداز درون و آرامش برون و محبت به پرواز ملکوتی شهادت توأم گشت. ترکش خمپاره پشت سر او و سینه و صورت دویارش را شکافت. او بر زمین افتاد و دیگر اندام توانایش
یارای برخواستن نداشت، ولی فریاد و شیون رزمندگان دلسوخته و دردمند به آسمان برخواست. خون از سرش جاری بود و چهره متبسم و ملکوتی غرق به خاک و خون او با آنکه عمیقاً سخن ها داشت، ولی دیگر با کسی سخن نگفت و در افق خونین زهر دهلاوی غروب نمود و از این زمین خاکی گسست و به ملکوت اعلا پیوست.